سلام، با خبر شش خوش آمدید. امروز یک شنبه 30 ماه خلص سال 1399 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. 9 کشته و بیش از 20 زخمی به شمول یک عضو مجلس نمایندگان در یک انفجار در کابل. اطلاعات متعددی در این اواخر مواصلت می‌ورزد که شورای پشاور جلسات مختلف داشتند مبنی بر تشدید حملات انفجاری و انتحاریشان در شهرها. خواست شورای عالی مصالحه ملی برای آغاز مرحله دوم مذاکرات صلح در زمان تعیین شده. از طرف جمهوری اسلامی افغانستان هیچ نوع مشکلی در داستان نخواهد بود. ما آماده دویدی هستیم و به تاریخ مینه انشاءالله ما مذاکرات برمیگردیم. متهم شدن حکومت به ناتوانی در نجات دادن یک کودک در بلخ در نزدیک به 2 ماه از چنگ ربایندگان. خون جگر میخوریم، جگرهای ما توتا توتا شد. اشرف غنی همه خمورده. اگر به جوابای ما تا 2 روز پاسخ نده راز به ریاست جمهوری میرم. شناخته شدن شکریه مسافرزاده همچون یکی از 100 قابله برتر جهان. و کاهش 20% ارزش دینار عراق به علت کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی. مشروع خبرها. در انفجار بر کاروان موترهای خان محمد وردک یک عضو مجلس نمایندگان در کابل 9 تن جان باختند و بیش از 20 تن دیگر به شمول این عضو مجلس زخم برداشتند. وزیر امور داخله میگوید که این رویداد برخواسته از یک موتر بمبگذاری شده بوده. مسعود اندرابی میافزاید که بر بنیاد اطلاعات استخباراتی شورای پشاور به طالبان دستور داده تا حمله هایشان را در شهرهای افغانستان افزایش دهند. خالد نیکزاد گزارش میدهد. کابل که این روزها آرامش نسبی ندارد بار دیگر گواهی یک رویداد مرگبار بود. درست نزدیک ساعت 10 بامداد کاروان موترهای یک عضو مجلس نمایندگان در چراغ سپینکله حوزه 5 امنیتی پایتخت آماج انفجار قرار گرفت. طرف بالا یک دانه موتر آمد. این موتر خود جوره کرد. یک دم انفجار کرد. فرد زیاد زخمی شده بود. وحشت بود. کل اگر افتیده بود. خیلی دیر بعد باز پلیس و موتر و دیگه چیزا رسید. شدت این انفجار بعد نیرومند بوده است که چندین موتر به شمول موتر نگهبانان خان محمد وردک در آتش سوختند و یا هم به شدت آسیب دیدند. کم و بیش 30 دوکان نیز در محل رویداد خسارمند شدند. بچه مامای مراوگار شد زخمی شد. بچه مامای مازدگی شهید شد. دسته تای دیگه شهید شد. دی بود. دوکان دیگه ما بچه مامایم دیگه شهید شد. حمله امروز یکی از مرگبارترین رویدادهای هدفمند در پایتخت بوده است. رویدادی که به گفته وزیر امور داخله با استفاده از موتر بمبگذاری شده انجام شده است. خان محمد وردک عضو مجلس نمایندگان و سرمایه‌داران کشور هدف این حمله بوده است. اطلاعات متعددی در این اواخر مواصلت می‌ورزد که شورای پشاور جلسات مختلف داشتند مبنی بر تشدید حملات انفجاری و انتحاریشان در شهرها. هرچند حکومت جان باختن 9 تن به شمول نگهبانان آقای وردک و زخمی شدن 20 تن دیگر را در این رویداد تایید می کند، اما گواهان رویداد از زخمی شدن تا به 50 تن در این ساختمان رهایشی در نتیجه شکستن شیشه ها سخن می زنند. 4 دانه ظالم آمده حاکم شده. ما خودم قاری هستم، نه دولت هستم، نه داشی یک دکاندار هستم. ما چرا باید رقم شوم؟ این همه تی بلاک کلش دکاندار است، تجار است، غریب کار است که نمیتونن وظیفه را اله کنن. استفا بتن استفا آسان ترین چیز است یک ورق است. این توتای موتر زری است که در خانه ما افتاده. وقتی که در خانه ما افتاده ما در همین دمینجا تقریبا 100-150 نفر زخمی در بسته بلاک خود داریم. همزمان با این رویداد ولایت های ننگرهار، هلمند، بلخ و بدخشان نیز گواهی انفجارهای در 24 ساعت گذشته بودند. هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را تا کنون نپذیرفته است. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که فشرده 5 روز رئیس‌جمهوری های هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان این است که مرحله دوم مذاکرات باید در زمان تعیین شده برگزار شود. قرار است که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در روزهای آینده با اعضای شورای ملی، کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
و شهروندان افغانستان نیز رایزنی های داشته باشند. در همین حال زلمه خلیلزاد افزایش خشونت ها را پذیرفتنی نمی داند و از هر دو طرف می خواهد که به یک توافق سیاسی دست یابند. شریف امیری گزارش می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. 5 روز از ادامه ریزنی های هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در کابل می گذرد و تا اکنون این هیئت دو بار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی و یک بار هم با رئیس جمهور غنی درباره روند سال ریزنی های داشته است. اما از سرگیری مذاکرات سال به روز پنجم ماه جنوری هنوز هم با نگرانی های روبروست. من نگرانم، امیدوارم که با تلاش هایی که جامعه جهانی و مردم افغانستان کاملا در این رابطه صحبت هایی که صورت گرفته نشان دادن که مردم افغانستان بسیار علاقمندن که هرچی سریعتر گفتگو آغاز بشه، امیدوارم که آغاز بشه اما شاید به تاخیر انجام بشه. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که تصمیم نهایی این شورا برگزاری مذاکرات دور دوم در زمان معین آن است. از طرف جمهوری اسلامی افغانستان هیچ نوع مشکلی در این راستا نخواهد بود. ما آماده دور دو هستیم و به تاریخ معین انشاءالله با مذاکرات برمیگردیم. با این همه پیش از آغاز دور دوم مذاکرات سال ایجاد یک اجماع سیاسی در روند سال برای پیروزی این روند مهم دانسته می شود. در 22 روز چنگام تشدید یافته چقدر درد جبه کشته بشه و خاصتا جوانای ما و این مسئولیتش به دوش کیست و این قربانی که ملت میته برای چی و منفعت کی و طبقه. از سوی هم زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در واکنش به رویداد غزنی که از کودکان قربانی گرفت ادامه این خشونت ها را پذیرفتنی نمیداند و تاکید میورزد که در موجودیت توافق امریکا با طالبان، اعلامیه مشترک امریکا با دولت افغانستان، پشتیبانی های جهانی و آغاز مذاکرات صلح به باور افغانان که آرزوی صلح را دارند، جنگ ها و خشونت ها مشروعیتش را از دست داده است. با این همه به تازگی خبرگزاری رویترز از زبان منابع طالبان در قطر گزارش داده است که قرار است اعضای دفتر طالبان در قطر با برخی از اعضای رهبری این گروه در پاکستان نیز دیداری داشته باشند. منابع طالبان به رویترز گفتند که در این دیدار اعضای دفتر طالبان در قطر به نظامیان این گروه نگرانی هایشان را درباره افزایش خشونت ها ابراز خواهند کرد. گفته های اخیر رولا غنی نخست بانوی کشور یک بار دیگر بر انتقادها از آنچه نادیده گرفته شدن اصل آزادی بیان سوی حکومت گفته می شود افزوده. نخست بانوی کشور در بخش از گفتگویش با رادیو آزادی انتقادها و اتهامهای مردم را بر اشرف غنی برخواست از بیفهمی آنان دانست و افزود که این مشکل خود مردم است. هفته پیش معاون نخست رئیس جمهور نیز در واکنش به تلاشهای رسانه‌ای خانواده یماسیابش از بهر پیگیری انفجار در موتر بانک مرکزی گفت که آن قضیه فراموش نشده و از هیاهوی مطبوعاتی چیز ساخته نمی شود. تمیم حمید گزارش میدهد. یکی از پرسش‌هایی که در گفتگوی رولا غنی با رادیو آزادی مطرح شد به انتقادها و اتهاماتی برمیگشت که مردم متوجه رئیس جمهور غنی میسازند. مردم امیتور بفهمی نشانی میتا اینمی مشکل خودشان استک، مشکل ما نیستک و مشکل رئیس صاحب نیستک. مردم باید ارزش رئیس صاحب بفهمند. پیش از این خود رئیس جمهور غنی هم درباره رسانه ها حرف های از این دست داشته است. او تلویزیون ها را یک طرف بانید، بانید که از اونا باد برایه، از شما بند برایه. هفته پیش امرالله صالح در یکی از گزارش های نشست شش و نیم در صفحه فیسبوکش در واکنش به تلاش های رسانه‌ای خانواده یماسیاوش نوشت که آن قضیه فراموش نشده است و از ایاهوی مطبوعاتی چیزی ساخته نمی شود. برخی مقامات ارشد دولتی اماره سرادی داشتند و اقدامات را انجام دادند که نشان دهنده میل از اونا برای محدودسازی آزادی بیان و اندیشه آزاد است. نقض آزادی بیان، سانسور کردن جامعه، افکار مردم و زیر پا ساختن اصول و قوانین بین المللی،
ای خودش یک نقص بسیار سریع از قوانین است. در این میان شماری از خبرنگاران که میگویند در این روزها بیشتر از پیش در اوضاع دشواری به اطلاع رسانی میپردازند، نیز از آنچه که افزایش محدودیت ها در برابرشان میدانند انتقاد میکنند. دیدیم محدود و سانسور کننده حاکم شده و ما هر روز با چالش های بسیار جدی به خاطر به دست آوردن اطلاعات روبرو میشیم. این میتونه که آزادی بیان صدمه برسانه، اطلاع رسانی را در افغانستان آسیب جدی برسانه اگر ادامه پیدا کنه. و گفته نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، تنها در سال روان میلادی 6 خبرنگار و 10 تن از مدافعان حقوق بشر در افغانستان جانهایشان را از دست دادند و این در اوضاعی است که چگونگی برخی از رویدادهایی که به جان باختن این افراد انجامیدند همچنان ناروشن بر جا ماندند. خانواده و بستگان عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ هشدار می دهند که اگر این کودک از نزد ربایندگان نجات داده نشود دست به اعتصاب غذایی خواهند زد. آنان حکومت را از بحران که تاکنون این کودک را نتوانسته نجات دهد انتقاد می کنند و از کشانیدن دامنه اعتراضاتشان تا در ارگ هشدار می دهند. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی نیز از وزارت امور داخله خواسته که برای نجات این کودک از چنگ ربایندگان به گونه جدی اقدام کند. عارف موسوی از بلخ در این باره گزارش فرستاده. 21 روز است که در برابر ساختمان ولایت بلخ بست نشسته. خواستشان نیز رهایی کودک 9 ساله است که 56 روز پیش از مزار شریف رو بوده شد. خون جگر میخوریم، جگرهای ما توتا توتا شد. اشرف غنی هم مرده. اگر به جوابای ما تا دو روز پاسخ نده راز بر ریاست جمهوری میرم. این معترضان میگویند که بارها این مشکل را با مسئولان دولتی در میان گذاشتند، اما مقام ها در رهایی کودک رو بوده تا هنوز ناکام بوده. اینم چه ارسال غذایی میکنیم خدا از بین میبریم کمی کودک دلشان جرم شد و بلیاز خدا بلیاز خدا شرم است برات می عیب است بر تو ننگ است بر تو ناموس است بر تو نگ ننگ ناموس غیرت داری خود یکم خدا تکان بده این بلیاز خدا رئیس. معترضان میگویند که وزیر داخله در تماس تلفنی به آنان وعده سپرد که تا یک هفته دیگر این کودک را از نظر ربایندگان نجات خواهند داد، اما این وعده عملی نشده است. نهادهای کشفی و امنیتی اینقدر ناگزیر است که یک طفل معصوم 9 ساله که برای تعلیم و تربیت میره او را از چنگ آدم ربایان آزاد کرده نمیتونه. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی نیز از بهر دادخواهی برای رهایی کودک ربوده شده به اینجا آمده است. فقط خواستیم که در این دردتان ما را شریک بدانید. این درد تنها درد قومای ترکمن فکر نکنید. اما چرا رهایی این کودک ربوده شده به درازا انجامیده است؟ بنابر حساسیت این موضوع که شما دیدین که چالش های مشکلاتی که در عرصه این رهایی عبدالرؤوف جان به اتفاق افتاد یا مشکل ایجاد شد، طبعا روند کشف و تعقیب پلیس به مشکل مواجه میشه. ربایندگان نوار تصویری را به خانواده عبدالرؤوف فرستادند که نشان می‌دهد دست‌ها و پاهای این کودک با زنجیر بسته شده و او برهنه در یک بخش تاریک نگهداری می‌شود. 100 زن از سراسر جهان همچون پرستاران و قابله‌های برجسته سوی سازمان سلامت جهانی زنان شناخته شدند. در میان این 100 تن شکریه مسافرزاده قابله کشور نیز است. نبیل اشرفی گزارش می‌دهد. سازمان سلامت جهانی زنان با روایت داستان قهرمانانه و فعالیت‌های روزانه این 100 زن پرستار و قابله از سراسر جهان، آنان را همچون 100 رهبر برجسته پرستاری و قابلگی اعلام کرده است. نام شکریه مسافرزاده قابله از افغانستان نیز در این فهرست شامل است. شکریه مسافرزاده 7 سال تجربه کار قابلگی دارد و 4 سال می شود که در انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و کودکان در کابل کار می کند. او در رشته قابلگی و اداره تجارت تحصیل کرده است و مادر 1 دختر و 1 پسر است که پسر 4.5 ساله وی 3 مدال طلا در تکواندو و 1 کپ از برنامه رشد ظرفیت کودک قبل از 30 سالگی دارد. باید بسیار با تجربه باشند و در مسلک خود ماهر باشند که بتونن وقتی که ما یک قابله مادر و طفل نجات میتیم، در این مانا هست که ما یک فامیل نجات دادیم.
پروین سیومین فرزندش تالیا را نزد شکریه مسافرزاده به جهان آورده است. باید یک دکتر لایق باشه که همون تو در چیز مادر یا مثلا اولادش رستگی شود که نه مادر از من باره نوشته. خودم خدا را خواسته که مادر از من باره خانه تباس داریم. بر بنیاد اطلاعات وزارت صحت عامه، اکنون این وزارت در هر مرکز صحی یک قابله دارد و شماره مجموعی قابله ها در شفاخانه های دولتی را 4000 تن می گوید. پلان هم همی است تا سیستم درسی قابلگی 4 ساله باشه که حداقل اینا یک لیسانس داشته باشن تا ما بتانیم از اونا در شفاخانه های تخصصی خود استفاده کنیم. افغانستان یک از مرگبارترین کشورها برای مادران در هنگام زایمان شناخته می شود. بر بنیاد برخی از آمارها از هر 100,000 مادر در هنگام زایمان در حدود 800 تن آنان جانهایشان را از دست می دهند. ادامه خبرها. بانک مرکزی عراق اعلام کرده که ارزش دینار این کشور را بیش از 20% کاهش می دهد. علت این تصمیم بحران نقدینگی پول گفته می شود که به علت کاهش بهای نفت به میان آمده. از سوی هم در حالی که حکومت عراق در پرداخت تنخواه‌های کارمندان دولت با مشکل روبروست، این کار بانک مرکزی عراق با انتقاد مردم این کشور روبرو گشت. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزیر خارجه کانادا می گوید که اگر خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران از روند بررسی این رویداد و پاسخ ایران راضی نباشند، کانادا ایران را به دادگاه جهانی خواهد کشانید. فرانسوا فیلیپ شامپیان در گفتگوی با بی بی سی گفته است که اکنون گفتگو بر سر مقدار خسارتی که ایران باید به خانواده های قربانیان بپردازد ادامه دارد، اما کانادا از چگونگی رسیدگی به این پرونده از سوی تهران راضی نیست. پلیس شهر کلن آلمان در این شهر گشت زنی می کند تا از عملی شدن تدابیر و محدودیت ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اطمینان یابد. کسانی که فاصله اجتماعی را مراعات نکنند و ماسک نداشته باشند از سوی پلیس جریمه می شوند. شماری از ماهیگیران در ایالت ریو دی ژانیروی برزیل برای پاکسازی خلیج گوانابارا از زباله ها یک تیم تشکیل دادند. مقام های ریو دی ژانیرو می گویند که روزانه تا 90 تن زباله به این خلیج ریخته می شوند، اما این تیم هر روز می تواند تنها 20 تن زباله را گردآوری کند. ادامه خبرها. اتاق تجارت و سرمایه گذاری و شمار از شرکت های وارد کننده نفت با انتقاد از کارکرد شرکتی که در بندرهای کشور کیفیت نفت را می سنجد می گوید که این شرکت از هر تن نفت تا 8 دلار می گیرد. این وارد کنندگان نفت ادعا دارند که خدمات شرکت TCRC معیاری نیستند و در برخی حالات کارمندان این شرکت به بهانه های گوناگون از آنان پول می خواهند. اما مسئولان شرکت TCRC با رد این ادعاها می گویند که شماره از شرکت ها تلاش دارند در برابر کار آنان مانع ایجاد کنند. زبیح الله جهان مل گزارش می دهد. شمار از وارد کنندگان نفت با انتقاد از کارکرد شرکتی که سنجش کیفیت نفت را در بندرهای کشور به دوش دارد می گویند که این شرکت گذشته از افزایش هزینه های سنجش کیفیت خدمات معیاری به آنان عرضه نمی کند. این وارد کنندگان شمار از علاقات را در حکومت و مجلس نمایندگان به حمایت از این شرکت متهم می سازند و می گویند که این شرکت به بهانه نفت کم کیفیت از آنان پول می گیرد. دو واگن به کیفیت کشیدند. از یک نیپال، از یک در یک شو، در یک بین همیسی 4 ساعت از یک ذخایر بارگیری شده. اما اینجا که میاین ما را اوجا شانده که نفره گفته که اگر شما یک چیز میتین خوب غیر از اون ما بیکیفیت میکشون. در امینال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگویند که شرکت TCRC پیشینه جرمی دارد و این شرکت نمیتواند خدمات معیاری به وارد کنندگان نفت در بندرها عرضه کند. اقدامات شرکت TCRC از طرف دولت افغانستان متوقف نشود، وضعیت روز به روز میره به طرف تشنج. عملا در تمامی بنادر افغانستان، جامعه سکتور خصوصی افغانستان، تاجر افغانستان در برابر اقدامات شرکت استادگی کرده. متاسفانه که در ضمن اینکه قیمت بسیار بالا میگیره، کیفیت هم بسیار پایین است.
اما مسئولان شرکت TCRC با رد اتهام ها بر این شرکت میگویند که تا کنون ده ها تانکر نفت کم کیفیت را در بندرها شناسایی کردند و شماره از وارد کنندگان نفت تلاش دارند مانع کار آنها شود. ده خلق دی چې مونږ دوته کله نتیجه د فیل ورکو د ناکامۍ نتیجه ورکو نو هغه راپورته چې په میډیا باندې مونږ فشار لاندې راولي د پارلمان طریقه مونږ فشار لاندې راولي او هغه خپل نتیجه مونږ باندې یو قسم پاس کول غواړي چې هغه مونږ لپاره قابل د قبول نه ده. از سوی هم شماره از وارد کنندگان نفت در کشور میگویند که بخش از نفتی که با مافیات تعرفه گمرکی وارد کشور میشوند به بازارها عرضه میشوند و حکومت در قبال این موضوع خاموشی اختیار کرده است. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 92 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 21 افغانی، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی با 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 471 افغانی. فهرست تازه تیم ملی فوتبال کشور برای شرکت در اردوگاه تمرینی اعلام شد. در این اردوگاه 24 بازیکن در یک اردوگاه تمرینی 9 روزه در امارات متحده عربی از تاریخ 21 الی 30 دسامبر امسال شرکت میکنند. قرار است تیم ملی فوتبال کشور در بهار سال آینده در ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا به ترتیب مهمان بنگلادش و عمان خواهد بود. مسئولان سازمان مبارزات آزاد چفسی و شفاخانه چراغ تفاهم نامه همکاری را برای حمایت از ورزشکاران مبارزات آزاد که عضویت سازمان چفسی را دارند را به امضا رساندند. بر بنیاد این تفاهم نامه ورزشکاران مبارزات آزاد در 26 ولایت کشور می توانند پس از امضای قرارداد با سازمان چفسی به منظور مبارزه در این سازمان از خدمات صحی شفاخانه چراغ بهره مند شوند. و این هم چگونگی هوای فردای پایتخت و چند شهر دیگر کشور. کابل فردا نیمه ابری بلندترین درجه گرما 8 و پایین‌ترین آن منفی 5. پکتیا فردا نیمه ابری بلندترین درجه گرما 5 و پایین‌ترین آن منفی 9. بلخ فردا بارندگی بلندترین درجه گرما 7 و پایین‌ترین آن 1. ننگرهار فردا نیمه ابری بلندترین درجه گرما 21 و پایین‌ترین آن 5. کندهار فردا آفتابی بلندترین درجه گرما 14 و پایین‌ترین آن منفی 1. هرات فردا نیمه ابری بلندترین درجه گرما 9 و پایین‌ترین آن منفی 4. کندز فردا بارندگی بلندترین درجه گرما 7 و پایین‌ترین آن منفی 1. سلام جوهتان و خبرهای این ساعت تشکر. وقت بخیر.